بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین دعایی است که قبل از وضو گفته میشه. بعد دست ها رو میشوید، البته آب زیاد میریزه برای که کنترل از دستش خارج هست. این تنها اشکال این کلیپ، آب به دهان میگرداند. البته اگه مسواک بزنه دیگه بهتره، سنت است. سه بار آب به دهان میگرداند، بعد آب بینی بالا میبرد، سه بار باز این تکرار میکند. بهتره که با فشار از بینی پایین بیاد، بیرون بیاد. صورت رو میشوید سه بار، کل صورت رو. بعد دست را تا آرنج، ایدیکم الی المرافق، طبق آیه دست تا آرنج، نه اینکه آقایون میفرمایند آرنج تا دست. این طوری نزد برادران شیعه اگر وضو گرفته بشه وضو باطله، در حالی که آیه همینو میگه، ایدیکم الی المرافق، دست تا آرنج. وضو صحیح همینه، دست تا آرنج. بعد مسح سر میکنه کاملا، یک بار میبره و برمیگردونه. بعد مسح گوش بیرون و داخل گوش. بعد پاها رو میشوید، پاها رو قشنگ میشوید با انگشتان دست. انگشتان پا رو خلال میکند، لابلای انگشتان پا. کف پا رو حسابی میشوید تا اون عرق و چرکی که گرفته لابلای انگشتان و کف پا تمیز بشه، همونجا که خدا میفرماید و ارجلکم الی الکعبین، و پاهایتون تا دو قوزک. بله کاملا شسته بشه و مطمئن بشه که پاها رو شسته و تا قوزک و بیشتر از قوزک هم شسته. بعد پای چپ رو میشوید، بله انگشتان پای چپ را با انگشتان دست خلال میکند تا لابلو انگشتان چیزی نماند. بعد پشت کف پا را کاملا میشوید، ارجلکم الی الکعبین، پاهایتون تا دو کعب، تا دو قوزک. بعد دعای بعد از وضو که چنین است: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. این تیممه، یک بار دست میزنه به صورت میکشه، یک بار دست میزنه به زیلویی که گرد و غبار داره یا به خاک. دست را تا آرنج، بعد دست چپ را تا آرنج، بعد شست انگشت شست بیرون میاره. نوع دیگه، روش دیگر تیمم اینه که یک بار دست به خاک میزنه به صورت، بعد یک بار دیگه دست به خاک میزنه، دست را تا کوع یا تا همون مفصل دست، نه تا آرنج. این روش دوم. روش سوم اینه که دست به خاک یا زیلویی که خاک داره به صورت میزنه و همون دست یک بار کافیه به دستش میکشونه و یک بار تا کوع یا تا همون مفصل. در خیابون یا در بلوار هم میشه تعمم کرد با اون خاکی که روی بلوار هست. بس تکبیرات الهام در نماز الله اکبر، اینطور دست بسته، نه اینکه دست را تا آرنج گرفته سوره فاتحه را میخواند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. الله اکبر. بعد رکوع میره. رکوع رفتن اینه که قشنگ کمرش راست بشه، زانو رو یا میگیره یا همینطوری دست میذاره روی زانو، فرق نمیکنه. این رکوع رفتنه، نگاه جلو میکنه زمانی که در رکوع هستش. بعد از رکوع بالا میاد، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. نگاه بالا کردن بدین شکل غلطه، همون علامت سبزی که گذاشته صحیح، نگاه پایین میکنه. رفع یدین بعد از رکوع هم سنته. بعد به سجود میره، چه با دست بره چه با زانو، هر دو یکی، فرق نمیکنه، دو روایت صحیح است. اینطوری سجده میکنه، سبحان ربی الاعلا، اینطوری صحیح است. نه اینکه دست را زیاد باز میکنه یا دست را میذاره ساعد روی زمین یا اینکه اونطور بگذاره. این سه روش غلطه، روش صحیح همونه که با علامت سبز علامت گذاری شده، الله اکبر. این رب اغفر لی، رب اغفر لی، سه بار میگوید. بعد الله اکبر، سجده دوم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سه بار میگوید. بعد بلند میشود، چه جلسه استراحت بشیند چه ننشیند، این طوری هر دو صحیح است. بعد سوره فاتحه میخواند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یا سوره ای از سوره های قرآن یا دو تا آیه از وسط یک سوره انتخاب می کند و در رکعت اول و دوم بعد از سوره فاتحه می خواند. حالا معمولا سوره عرض شود که اذا جاء نصر الله والفتح یا قل یا ایها الکافرون و قل هو الله می خوانند، یا همچون که بنده خوندم قل اعوذ برب الفلق و در رکعت دوم قل اعوذ برب الناس می خوانند. در حالی که شما هر سوره ای از سوره های قرآن بخوانید و هر آیه ای انتخاب کنید، مهم اینه که شما بدانید انتها و ابتدای آیه کجا باشد. اشکالی نداره که از هر جای قرآن انتخاب کنید و در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی و نمازهای سه رکعتی و نمازهای دو رکعتی این را بخوانید. اما در رکعت سوم نماز مغرب یا در رکعت سوم و چهارم نماز ظهر و عصر و عشا فقط به خواندن سوره فاتحه بسنده می کنید. به رکوع می رود الله اکبر سبحان ربی العظیم و به حمده سه بار می گوید این چنین رکوع می رود و نگاهش به جلو هست سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. به سجده می رود چه با دست، اول با زانو رفت در رکعت اول، در رکعت دوم با دست رفت سبحان ربی الاعلا و به حمده سبحان ربی الاعلا و به حمده، بعد این چنین می نشیند. حالا نشستنها چه بین دو سجده باشد و چه در تشهد باشد چنین است. این روش بهتری است. حالا اگر نتونست پاها را روی هم بگذاره بازم اشکالی نداره، فرق نمی کنه. این سجده دوم هست، الله اکبر سبحان ربی الاعلا و به حمده سه بار می گوید یا دعای زیادی می کند، طولانی می کند سجده، بعد تشهد الله اکبر. تشهد چنین است: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. إن تشهد أول هست تا إنجا، يعني تا اللهم صل على محمد وآل محمد. در تشهد دوم كما صليت تا آخر ميخونه. هر دو روایت صحیح است. چی بگوییم؟ التحیات لله و الصلوات و الطیبات. چی بگوییم؟ التحیات المبارکات و الصلوات و الطیبات لله. هر دو روایت صحیح و از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد است. بعد در هنگام تشهد دادن اشهد ان لا اله الا الله، چه انگشتان را مستقیما اینطوری که میبینید میگیره و چه انگشتان را حرکت میدهد، هر دو صحیح است. تشهد که تمام کرد سلام نماز میدهد، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این نماز به پایان رسیده، این کیفیت نماز صحیح است. انشاءالله که از این کلیپ استفاده برده باشید.